در واکنش به اعدام شیخ نمر باقی نمر روحانی شیعه عربستان در ریاض، حزب الدعوه حزب حاکم در عراق خواستار بسته شدن سفارت عربستان سعودی در بغداد شده است. سفارت عربستان سعودی امروز در عراق بازگشایی شد. به نظر می‌رسد اعدام شیخ نمر که مورد احترام شیعیان عراق بود بر روابط ریاض بغداد تأثیر گذاشته باشد. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد. عربستان سعودی پس از 25 سال سفارت خود در عراق را بازگشایی کرد. سامر صبحان سفیر جدید عربستان سعودی در بغداد اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی بین دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم پس از آغاز به کار این سفارت گسترش می‌یابد. عربستان سفارت خود را در سال 1990 پس از حمله رژیم صدام حسین به کویت در عراق تعطیل کرد. کلیه دیپلمات‌های خود رو به ریاض فراخواند. پس از سقوط صدام حسین هم کماکان روابط بین دولت جدید عراق با ریاض تنش آلود بود. همیشه ریاض عراق رو متهم می‌کرد به اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران رو پیروی می‌کنه و ایران در این کشور نفوذ داره و قصد داره عراق که کمک بکنه به تقویت هلال شیعه در منطقه، و بغداد هم متقابلاً کماکان ریاض رو به حمایت از افراطگرایان سنی در این کشور متهم میکرد. اکنون بازگشایی این سفارت میتونه امکان گسترش همکاری های دو کشور در مبارزه با داعش رو و به طور کلی همکاری های ائتلاف کشورهای اسلامی در مبارزه با گروه دولت اسلامی رو تقویت بکنه. ولی همزمان با بازگشایی سفارت عربستان سعودی در عراق، اعدام شیخ نمر باقی نمر روحانی شیعه منتقد دولت عربستان سعودی در ریاض باعث ایجاد تنش بین بغداد و ریاض شده و واکنش گروه های شیعه مختلف درون پارلمان و همچنین دولت عراق رو در پی داشته. خلف عبدالصمد خلف رئیس فراکسیون حزب الدعوه، حزب حاکم در این کشور، و حزب حیدر عبادی نخست وزیر امروز در پارلمان خواستار بسته شدن سفارت عربستان سعودی شد و از دولت آقای عبادی درخواست کرد که کلیه دیپلمات‌های عربستان سعودی رو از خاک این کشور اخراج بکنند. در میان سایر گروه‌های شیعه هم واکنش‌های مشابهی داشتند و هادی آمری و ابو مهدی مهندس از رهبران هشت شعبی فراتر از این خواستار اعدام همه زندانیان عربستان سعودی شدند که در زندان‌های عراق به اتهام ترور زندانی هستند. شیخ نمر باقی نمر روحانی 56 ساله شیعه صبح امروز همراه با 46 تن دیگر در ریاض اعدام شد. سخنگوی وزارت دادگستری و همچنین سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی امروز در کنفرانسی مطبوعاتی شیخ نمر و یارانش رو متهم به ترویج افکار تکفیری کردند و همچنین اقدام به عملیات تروریستی و گفت که در جریان یک پروسه قضایی حکم اعدام این 47 تن عملی شده و همچنین به این هم اشاره کرد که شیخ نمر در دهه 80 میلادی 10 سال در ایران بوده، در قم تحصیل کرده. اکنون بازگشایی سفارت عربستان سعودی در عراق پس از 25 سال همراه بوده با تنش، شروع چندان خوبی نداشته و به نظر میرسه که اعدام شیخ نمر باقی نمر تأثیر به سزایی بر عمل کرده سفارت ریاض در بغداد خواهد گذارد. علی جوانمردی، اربیل، صدای آمریکا.